بود ماهی یه ماهی کیه؟ خوشیه خانوم، نامه سفارشی داری. بایدید الان اومدم. سلام علیکم. سلام خانوم، بفرمین لطفا اینجا امضا کنیم. از خارجه؟ نه خانوم، سفارشی از شیراز. دست شما درد نکنه، بفرمید. خواهش میکنم خانوم، وظیفه همون بود مشتلقه. دست شما درد نکنه. خواهش میکنم. وای، برای کماله، حتما ببینه خیلی خوشحال میشه. نه بله خودشه، مهین. چرا اینطوری نگاه میکنی؟ یعنی تو هنوز بعد از چند سال متوجه نشدی چشام اینطوریه؟ با حتما برای گرفتن این نامه مشتلقم دادی. خب آره دیگه، حتما خودت هم مشتلق میخوای. اونو دیگه فکر نکنم. حالا نامه از کی هست؟ میفهمی. چرا اونطوری بازی؟ من اینطور خدا حولم نگو، بذار کارمو بکنم. حولت نکنم؟ اینو بگی، بذارش اونجا. پاشو چراغا رو خاموش کن، چراغای اضافی رو. پاشو. چراغ اضافه روشن نیست. گفتم پاشو، با من بحث نکن، اینا رو خاموش کن، این لوس رو خاموش کن. فقط یه لامپ همینقدر که بشه این نامه رو خون کافیه. پاشو پاشو دیگه، پاشو دیگه. یعنی چی؟ آها اون خاموش کن. حالا نوبت این یکی، بودو تونتر، اون یکی هم خاموش کن. بودو بودو تونتر تونتر. آها برکلا. خب بیا اون که مهتابه. آها اینو. خب بودو بیا. من این نمی ترسی که؟ از چی؟ از تاریکی. دست از مسخره بازیات بردار کمال. ولی من می ترسم. از چی؟ از تاریکی. پس چرا میگی پاشو چراغا رو خاموش کن؟ هنوز هم میگم بشینی. وا وا دوباره میگه وا. سلام. سلام. قبل از هر چیز امیدوارم که تمام چراغ‌های اضافی رو خاموش کرده باشی. نگفتم. اصلا این نامه مال کیه کمال؟ میفهمی؟ بزنت بگو، بعدن میفهمه. بهش گفتم. از کجا با... داداش. ها بله. چی؟ فردا ساعت 9 صبح میرسم تهران، بیا دنبالم. خواهرت گوهرتاج. همین؟ خواهر کجا بیام دنبالت؟ یا آخه نباید مینوشتی؟ کدوم خواهرت کمال؟ تو ندیدیش بعد از این همه سال چرا میاد منو ببینه؟ معلومه چی داری میگی کمال؟ یعنی تو چه میخواد اینجا بمونه؟ کمال پاشم برم. نه برم قدم بزنم. پس من چیکار کنم؟ چراغا رو روشن کن، دیگه وقت زیادی نداریم. برای چی؟ که چراغا رو روشن کنیم. ببخش شوهر. سلام. سلام. یادت نره چی بهت گفتم مهین، حتما یادت نره. سلام. سلام، دستت چطوره دختر؟ صبح یه خورده. کجا رفت با این عجله؟ داره میره دنبال مهین. ها ببین مهین، اگه زنگ زد بگو همونجا وایسه، من میرم دنبالش. یه وقت تکون نخوره ها. حالتون چطوره؟ صبح کمال. چیه مهین؟ چرا معطلم میکنی؟ از کجا بدونی کجاست که بری دنباله؟ من خب هر 10 دقیقه یه بار من زنگ میزنم به تو.
ده دقیقه اول از همین حالا شروع شد. یک، دو، سه، کمال، پنج، شیش، هفت، هشت، متشکرم، نه، ده، ده، ببینم داییم داره دنبال کی میره. مهی داره میره دنبال یکی از خاله های شما. راست میگی؟ کدومشون؟ بله من خودم هم هنوز ندیدمش. والا پس چطور تو حالا ندیدینش؟ همینجوری پیش آمد. راستی دستت چطوره؟ دست شکسته وبال گردنه دیگه. میای پیش من؟ آره. جایی تو که میشناسی. به جای که هر 10 دقیقه یه بار زنگ بزنه من فکر کنم هر یه دقیقه 10 بار زنگ بزنه. حداقل خدا. اه کمال داره میاد. ای خوش اومدی خواهر. بیا پایین بینم. بفرمه. چرا هرچی چراغ میزدم وای نمیستادی؟ واسه اینکه دلم میخواست. آه پس در این صورت حق داشتی. خواهر آخه تو کجا بودی؟ خود تو لوس نکن کمال. راست میگی باش این حرفا بالا. چقدر میشه؟ 500. تو خدمت شما. خیلی معطل شدی خواهر. به هیچ وجه کمال. اصلا یادم رفت منتظر من نشدی. سلام. سلام. خیلی خیلی خوش آمدین خواهر. اینجا زندگی میکنی؟ آره. بیا تا دو نفر رو بهت معرفی کنم. خواهر ایشون مهینه، ایشونم مریمه. سلام، خوش آمدین. شما زن کمالی؟ بله. چطور باش زندگی میکنید؟ باید خیلی وحشتناک باشه. والا کمال همچین که دفعه اولیه که شما رو میبینم مهین جون نسبت بهتون احساس بدی ندارم. راست میگی؟ خب حالا چرا نمیریم بالا؟ شما کی هستین؟ من؟ این قضیهش خیلی مفصله. حتما وقتی رفتیم با شما هم احساس بدی ندارم مریم جون. خیلی ممنون. میدونید شما خاله من هستید و من از این بابت خیلی خوشحالم خاله جون. مثل این که حق با تو بود کمال. من که از اول گفتم خواهر. وقتی رفتیم بالا به هم بگو که بچه کدوم خواهرمی. چشم. درختاتون لونه چه پرنده هایی هستن؟ والا اینجا به علت وجود بادهای کمال اجازه بده مهین بگه. راستش من اطلاع زیادی راجع به پرنده ها ندارم. مگه اینکه پارسال یه چکاوک مهاجر راش ندادین که؟ نه تاروندیمش. کاملا درسته. مهین با یه چوب کلوف افتاد به جون این درخت. منظورم اینه که اصلا به ما چه مربوطه که رفت؟ بفرمایید. من هیچ وقت. تو هیچ وقت چی کمال؟ هیچی. من هیچ وقت علکی از درخت بالا نمیدم که دست پام زخمی بشه و لباسم پاره بشه. چه میدونم والا. باورم نمیشه که یه خواهر دیگه هم داشته باشم. همینطور یه خواهرزاده. میدونی چشمای تو یه چیزی از پدر رو داره. راست میگی خاله جون؟ آره یه شیطنت مرموز. میدونی اون خدا بیامرزم گاهی نگاه های موزی و آزاردهنده ای داشت. واه از حرفم ناراحت نشی.
نه ناراحت نمیشم. خوشحالم. میدونی ما تا حالا سه خواهر و یه برادر بودیم، البته غیر از مادرتو. من فقط حالا شما رو ندیده بودم. من از 20 سالگی ازدواج کردم و شیراز موندم، چون شوهرم از مالکای بزرگ شیراز بود. ما خیلی کم به تهران می اومدیم. بعد از 3 سال دیگه اصلا نیومدیم. و حالا اولین باره که بعد از 25 سال اتاق داماد از خواهر. چمدون رو گذاشتم رو تخت. یه کمدم واسط آماده کردم. بله. حالا میتونیم با خیال راحت بشینیم و یه چایی. جمال، به خاطر من از کار نیفت. وقت برای دیدن و صحبت کردن زیاد. بله بله، البته. خب در واقع چایی رو میشه تو گاو پروری هم خورد، یعنی دامداری. بله. خب امیدوارم به شما خانم ها خوش بگذره. مریم زور نار نریا. چشم بیجون. مین تو هم یه نار خوشمزه درست کن. حتما، همه یه سعیمو میکنم. خب با اجازه شما خانم ها من میرم که دیر نرسم و از کارم نیفتم. مین میشه اون کیفو به من بدی؟ کیفت اونجاست؟ یه دقیقه اون کیفو به من بدید. دیجو من به شما کیفو بدم. اصلا هر دوتون یه دقیقه اون کیفو به من بدین. خب خواهر کمال. بله بله زودتر بر میگردم. برسید. بله وقت زیادی نداریم، به من قول بدین. چی میگی کمال؟ قول بدین. آخ چی شده دایی جون؟ قول بدین همگی همینطور که از این باقی میمونیم. چیزی شده کمال؟ چه چیزی خواهر؟ دیدم در بسته شد و همه تون موندید بیرون در. اتفاقا ما هم دیدیم در بسته شد و همگی موندیم بیرون در. در نتیجه قول میدیم. ما قول میدیم تا تو برگردی به همون خیلی خوش بگذاریم. آره من از همینی ترسیدم. خدافظ خواهر. خدافظ دیجی. خانوما بفرمید که خیلی کار. چه؟ یکی وقت زیاد کار نکنین، یعنی زیاد کار نکنن. خدافظ خواهر. کمال متشکرم، قول دادین ها. بفرمید. من معتقدم خود زنا باعث شدن که از اول دست کم گرفته بشن. خب خود منم گاهی اوقات معتقدم که میشه گفت که زنها با یه نوع تواضع همیشه از حق خودشون گذشتن. من فکر میکنم که زنها خودشون زنها میتونستن حتی تاریخ بنویسن، اما یه دفعه چشم باز کردن دیدن حتی کتابای آشپزی رو هم آقایون نوشتن. چرا؟ راست میگید؟ پرسیدم چرا؟ ولی خاله جون یه کتاب آشپزی هست که یه کتاب استناد نکن. ولی این همه زنان بزرگ در طول تاریخ. ولی متاسفانه به اعتقاد من اکثر زنان بزرگ تاریخ تو خونه هاشون زنای بزرگی نبودند و این در واقع از یک توطئه بزرگ مردونه ناشی میشه. چی خاله جون؟ این که صفحاتی رو به خانم ها اختصاص بدن، چون در غیر این صورت واقعی به نظر نمی اومد. شما تاریخ زیاد میخونی؟ ازش متنفرم. به خاطر همینم نتونستم با شوهرم بسازم، چون که ایشون هم دلش میخواست تاریخ بنویسه. ولی خاله جون شما که گفتین که شوهرتون توی اصلا میدونید که تاریخو کیا مینویسن؟ کیا مینویسن؟ همسرانی که الان با خیال راحت مطمئنن که ما سرمون به پخت و پز و جارو پارو و زغزغ بچه گرمه. اصلا خیالم راحت نیست، نگرانم. زودتر خودتو برسون خونه، حداقل تو یه کاری بکن. آقای لطفی چی میگی؟ میدونی چرا ما 25 سال خواهرمونو ندیدیم؟ خب چرا؟ برای اینکه جرأتشو نداشتیم. میدونی الان شوهر خواهرم کجاست؟ نه کجاست؟ مام نمیدونیم، میگن جنوب آفریقاست. از ترس خواهرم آدرسشو به هیچکی نداده. آقای لطفی این حرفا خوب نیست. میدونم میدونم، ولی باور کن دلم به حال تو میسوزه.
ویلا همون روز که نامش اومد زندگی من. آقای لطفی خیلی خوب، من فکر میکنم به خاطر کار زیاد و مسئولیت. پس حرفمو باور نکردی؟ چه اشتباهی کردم که به مریم گفتم نهار خونه ما باشه؟ اون موقع راستش نگران مهین بودم که تنها نباشه. خیلی خوب، دیگه چه خبر؟ سلامتی. بفرمید. خواهش بفرمید. بله، شاید اینا همش خاطرات و تصوراتی. برگردی. تصوراتی که برگرد. آقای لطفی چی شده؟ فایدش چیه؟ چی؟ انسان ناگزیر از گزینشه. برگردیم. برگردیم؟ بله، شاید اینا همش خاطرات و تصوراتی. علی آقا همش دلشوره دارم، فکر میکنم وقتی درو باز کنم تو خونه بوم منفجر شده باشه. آقای لطفی ول کن بابا، حرفا چیه؟ علی آقا یه نگاه بینداز تو خونه ببین همه چی درسته. آقای لطفی جون من، آخه جون من، جون من، جون من، جون من. همه چی درسته؟ پس من چی؟ خب همه چی عین صبح، حالا بیشتر نگرانم. خدا نگهدار. بریم علی آقا. بریم آقای لطفی، چی خواستن؟ کباب کوبیده با گوجه اضافی. کباب کوبیده با گوجه اضافی و ماست موسیر. درسته، و ماست موسیر. گفتن نوشابه نخوریم خوب نیست. گفتم چی بخوریم؟ منم گفتم چی بخوریم. گفتن دوغ. گفت دوغ. اه چه بامزه. علی آقا بامزه نیست، این نشون میده که از نظر شامی بین خونه من و تو فرقی نیست. این مفهومی داره؟ نمیدونم. خب دیگه چی؟ یه احساسی دارم. چه احساسی؟ حس میکنم یه نفر رفته تو جلد من. اینو مریم کی؟ خواهر من. ولی اونا صبح به من قول دادن، قول دادن، قول دادن. ولی علی آقا ما کار خودمونو میکنیم. چیکار؟ کبابا رو با اشتهای تموم میخوریم. شما کباب منو ندیدین؟ حتما هست ولی من نمیبینمش. کمال میخوای یکی از کبابامو بدم به تو؟ من زیاد میل ندارم. نه 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 نه، بالاخره پیداش میکنم، پیداش میکنم. تو باید یک عینک بگیری برادر. من باید چند تا لامپ بگیرم خواهر. هنوز این عادت بچگی تو فراموش نکردی، هنوز از تاریکی میترسی. اینجوری هم دیگه. یعنی چی من اینجوری هم کمال؟ این یادت باشه که انسان با قدرت تلقین میتونه همه چیزو تو وجود خودش عوض کنه. نه
مگه نه خاله؟ به این یادت باشه که انسان توان اونو داره که کوها رو جابجا بکنه، آب و اقیانوس‌ها رو به بیابون‌ها ببره و به اسرار نامکشوف گیتی دست پیدا بکنه. راست میگی من؟ بله. چه جالب. راجع به رویت یه سیخ کباب در ظلمات سفره چیزی نمیدونی؟ ببین کمال، انسان میتونه چشمش به تاریکی عادت بکنه کمال. بله. عجیبه، معلومه امروز خیلی کار کردین. اتفاقا امروز اصلا کار نکردیم. خب ما بیشتر حرف زدیم. اگه بدونی چه حرفای قشنگی زدیم کمال. چرا؟ میبینی خالی جان میگه چرا؟ به گفتن اون نیست من اینجور. من که اصلا نفهمیدم چی شد. چه چیز بغرنجی این وسط وجود داره که شما متوجه نشدید؟ من متوجه این نمیشم که لابد یه چیزایی بوده که من متوجه نشدم، اگه نه؟ در زندگی انسان چیزهایی وجود داره که متوجهش نمیشه. کباب خوبی بود کمال. نوش جان گوهرتاج، نوش جان مهین. مهین، منم قبضام تموم شده. راست میگی؟ آره آره. خاله جان شما چای میل دارید یا میوه؟ چای لطفا. مهین چیه؟ پس سفره چی؟ سفره تو خودت هم چای میخوری کمال؟ آره. خوب پس وقتی سفره رو جمع کردی سه تا چای بریز. به وزیده بادهای سمگین و فروری زیده ستونهای سنگی و ای تندرهای خشمگین. چی؟ الان چایی میارم. باشه. خشمگین چی؟ وای همیشه اینجا یادم میره. بزنید؟ نه. به صدا در بیایید؟ نه. بگیرید؟ نه. ای بابا چه کار باید کرد؟ بس چایی باید ریخت. عوارضی لازم. یادت به خیر عوارضی. حالا نمیشه یه کمی چراغ رو روشن کنی؟ آدم چشمش به تاریکی عادت میکنه. آدم تو تاریکی میفته. از غروب تا حالا سه دفعه افتادم. آدم میفته ولی بالاخره راه میفته. خب یه وقتم دیدی افتادی و دستت شکست. مثل جناب عالی که افتادی و دستتون هم شکست. اصلا میخوام بدونم که شما چقدر تحمل دست شکسته منو دارید. خب دست شکسته وبال گردنه و زنی هم که دست شکسته وبال خونه و زندگیشه. چرا اینطوری فکر میکنی؟ چرا اینطوری فکر نکنم؟ حتما دلیلی داره. من کاری کردم؟ امروز نه علی، در طول دوران حیات بشری. ها تا حالا شده حس کنیم دوباره متولد شدی؟ دوباره داری اطرافتو میبینی؟ دوباره داری رنگا رو میشناسی و دوباره داری فصلا رو لمس میکنی؟ منم گاهی فکر میکنم. من درباره علی حرف نمیزنم. من درباره مریم صحبت میکنم. پس چرا از من سوال میکنی؟ هر سوال کردنی دلیلی برای شنیدن جواب نیست علی. من که نفهمیدم چی گفتی. من پیچیده حرف میزنم؟ کم نه. حالا میفهم دایید برای چی نگران بود. دایین برای چی نگران بود؟ هیچی. من ازت سوال کردم. یادت رفت؟ هر سوال کردنی دلیلی برای شنیدن جواب نیست. خودت الان گفتی. میدونی میخوام چیکار کنم؟ میخوام چراغا رو یکی یکی روشن کنم. نه. چرا؟ مثلا این یکی. نه. و این یکی. نه علی. و این یکی. علی بس کن. و اینم این یکی. حق نداری. حالا درست شد مثل روز اولش. بهتر نیست؟ نه. بهتره. اصلا بهتر نیست. همیشه روشنایی بهتر. ولی من توی خونه حق دارم علی آقا.
ها به وزیده بادهای سهمگین فروزیده ستونهای سنگی و ای تندرهای خشمگین علی! خشمگین؟ چی؟ همیشه اینجاش یادم میره مریم فروزید؟ نه به صدا در رو... نه 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 بریزید؟ نه آه بالاخره پیداش کردم مریم و ای تندرهای خشمگین چی فکر کردی مریم خانم؟ اینم باید چهارم درست یه ساعت و 45 6 7 8 9 10 11 12 13 14 چیزی شده؟ دلم برای خواهرم تنگ شده 25 ساله ندیدمش بابا چند دقیقه فرصت بدین منم یه کمی باش حرف بزنم خب حرف بزن نمیتونم بگم بفرمایید چرا چراغ رو خاموش کردی؟ کجا؟ سلام چطوری خواهر؟ تو چطوری برادر؟ من خوبم ببین اینجا هم چی شد؟ تو چطوری؟ خوب تو چرا بچه ها رو نیاوردی تو؟ بچه ها دیگه بچه نیستند اونا تو شیراز راحتن در ثانی وقتی بزرگ میشن دیگه سخت با آدم یه جایی میان از کارت راضی هستی؟ گاوا موجودات عجیبی هستن خیلی مهربون و دوست داشتنی هستن نه به خودشون آزاری میرسونن و نه به دیگرون خب تو واقعا اومدی ببینیم ما چراغا رو روشن میذاریم یا نه؟ فرق روز و شب در روشنایی و تاریکی اصلا این چه اصراریه که ما شبا رو مثل روزا بکنی؟ بله 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 حالا چرا عصبانی میشی؟ میخوام یه چیزی بگم اما نمیدونم چطوری بگم معمولا آدم ها در موقعیتی که هستن رفتارهای متفاوتی با هم دارن قاعدتا؟ بله من مثلا یه جا برادرم یه جا پدر یه جا مادر یه جا خواهر زن خواهر یا حتی میتونن خواهر شوهر باشن خب خب میخوام بگم تو خواهر منی و خواهر شوهر منی خب تو خواهر منی نیستی من نمیفهمم تو چی داری میگی بابا مسئله به همین راحتیه تو طرف منی بابا چرا؟ منم طرف تو هم آخه واسه چی؟ بابا ببین گوهرتاج میخوام یه چیزی بهت بگم
نمیدونم چطوری بگم. من اصلا من این زن خیلی خیلی خوبیه، ولی در این حال اخلاقایی که داره منو خیلی، چطوری بگم، میفهمی که تو؟ من اصلا نمیفهمم که تو چی داری میگی. منظورم اینه که منظورم اینه که تو خواهر شوهری و از منصبی که داری باید منتهای استفاده رو بکنی، به من کمک کنی، انتقام منو بگیری. قول میدی خواهر؟ تو منظورت اینه که فقط یه کمی. مثلا چقدر؟ مثلا همین که خب بفهمه ما چرسی هستیم دیگه، کس و کاری داریم، خواهری داریم. این حرفا رو به مهین نگیان جون من و جون تو. کمال چیه؟ چرا اینطوری چسبیدی به در؟ بیا بیا میخوام یه چیزی بهت بگم. بیا. میشه یه چراغ روشن کنیم؟ من این میخوام یه چیزی رو بهت بگم که خیلی سخت گفتنش برام. میدونی من به عنوان یه برادر شرم دارم بگم. چیزی شده کمال؟ هنوز نه، اما امکانش هست. مثلا چی؟ وقتی خواهری برادرشو خیلی دوست داره، ممکنه یه حرفی یا اعمالی ازش سر بزنه که طبیعیه. میخوام بهت بگم که اگه گوهر تاج یه وقت به خاطر من، به خاطر طرفداری از من، خلاصه تحمل کن. باشه؟ راست میگی؟ آره وای. باشه باشه. یعنی میگی از این به بعد بهتره خودم کیفو بردارم؟ میدونی کمان، به نظر من یکی از علل عدم پیشرفت آدم ها حواس پرتیه، و تو خیلی آدم ها حواس پرتی هستی، و من با کمکی به تو باعث شدم که این نفس در تو هیچ وقت از بین نره. تو اینطور فکر میکنی؟ دقیقا. میبینی خواهر چطور فکر میکنه؟ یک کیف و آدم از شوهر خودش. باشه باشه مریم خانم، باشه. سلامت. سلام. سلام 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 دختر. سلام علیکم. بریم علی آقا بریم، من امروز دلم خیلی خونه. منم امروز دلم خونه، ولی خوشحالم که بالاخره ایراد شعر شکسپیر رو کشف کردم. آره ببین، میگه بوزید و فرو ریزید و اینا، تا خلاصه به اونجا میرسه که میگه ای تندرهای خشمگین. میگه بزنید. نه. به صدا درایی. نه. بگرید. بابا چی میگه بابا؟ میگه میگه آ دیدی؟ یعنی بعد از گفتن ای تندرهای خشمگین باید بگیم باریکالله علی آقا، باریکالله. با این چشمت امروز غم از دل من بیرون کردی. باریکالله. علی آقا.
خداحافظ شما خانوما. خداحافظ خانوما. یادت نره خواهر. به هیچ وجه. میبینی خالی جون؟ مریم جون اینا اصلا مهم نیست. بیاییم. علی آقا تموم شد. تموم شد علی آقا. چی آقای لطفی؟ امروز گوهرتاج قراره چنان خواهر شوهر بازی در بیاره که من این حسابی کیف کنه. دیگه خواهرم خواهر منه. یعنی چی؟ یعنی این که تو هنوز خبر نداری چه خطری بیخ گوشت بود پسر؟ نه. هنوز خبر نداری؟ خب نه. بیا بریم تا روشنت کنه. اولین شرط هر مدیریت جدید تغییر. هرچند این تغییرات کوچیک و ناچیز به نظر بیاد. به طور مثال اینا میرن اونجا، اونا میان اینجا، اینا میاد اینجا. خب و حالا این میره اونجا، میره اونجا و اون میاد اینجا. خب چطور شد؟ خیلی بیریخ شد. اصلا مهم نیست. و حالا در این مرحله آخرین تیر. و خب خانوما، حالا منتظر میمونیم تا ببینیم اولین عکس العمل جدی آقایون چیه. برای امروز خسته نباشید. سلامت باشید. روز خوشی خواهد بود روز ما. نه من جیغ نمیزنم با لبخند. نهی